درود. در مطب با متخصصین خوش اومدین. امروز مهمون ویژه‌ای داریم، آقای دکتر ملکی. ایشون متخصص و جراح مغز و اعصاب هستن. تخصصشون رو از دانشگاه مگیل گرفتن در کانادا، ولی قبل از اون پزشکی عمومیشون رو از دانشگاه شیراز و تخصص جراحیشون رو از دانشگاه شیکاگو گرفتن. آقای دکتر خوش اومدین. سلام خدمت شما و همه بینندگان. بهار همه مبارک باشه انشالله. مرسی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب اول از همه میخوام از یکی از شایع‌ترین مشکلات که فکر کنم مریضم زیاد داشته باشیم در این زمین ازتون سوال کنم، و اونم دردهای کمر هست. دردهای کمر ممکن استش که حاد باشن یا مزمن بشن و ماه و سالها طول بکشن. علائم مختلفی دارن و علل مختلفی دارن. اگه لطف کنید کم برامون راجع به این قضیه توضیح بدین که احتیاج هستش که به عکس X-ray یا MRI و که احتیاج به جراحی است. همطور که فرمودین دردهای کمر خیلی شایع هستش. معمولا دردها در دو صورت اتفاق می‌افتند. یکی اینکه یک هیستوری اتفاق نابهنگامی بوده، مریض افتاده و سنگین بلند کرده، درد شروع میشه. یکی اینکه خود به خود شروع میشه بدون علت. دردهای کمر علتهای خیلی زیادی دارند. قسمت درس لامبر معمولا اغلبشون از خود عضلات هستش که استرچ میشه، تندونا هستن، اون زردپیه هستن که ممکن استرچ بشه، یا اینکه اگه اتفاق بخصی بیفته ممکنه اون اینترورترال دیسک، این واشرهای بین مهره ها آسیب ببینه و باعث درد کمر بشه. معمولا در فاز اکوت قسمت مثلا در اگه یهوش اتفاق شده، بهترین راه اینه که اگه فقط درد کمر باشه فعلا فیزیکال اکتیویتی رو کم کنه مریض، خیلی ورجه ورجه نکنه و استراحت کنه دو سه روز. حالا میتونن به دکتر فامیلی مراجعه کنن، مسکنا برای درد کمر، ماسل ریلکسن این چیزا بگیرن. اگه در ادامه داشت ممکنه دکتر فامیلی ریکامند کنه برن فیزیوتراپی، اوستیوپاتی، ماساژ این کارا رو بکنن. اگه درد به پس پا زد و اومد پایین پا و شروع کرد شکرد به تینگلینگ، پارستیزیا، سوزن شدن نام شدن، these are the warning signs that there is some nerves، یه عصبایی توی کمر تحت فشار هستن. معمولا ترم عادی میگن مریض درد سیاتیک داره. سیاتیک، عصب سیاتیک، سه تا عصب هستن که با هم یکی میشن، عصب L4, L5, S1. اینا تشکیل عصب سیاتیک میدن که از پس پا میره پایین. این بزرگترین عصب در بدن هستش که معمولا ماهیچه‌های رون و از زانو به پایین رو سپلای میکنه. این سیاتیک نرف هستش. حالا اگه درد سیاتیک اتفاق افتاد و نامنس شد، اون موقع لازمه که دکتر فامیلی حتما ریکامندشن اکسی و اسکنی یا امارای بکنن ببینن که عصبی در یه جایی تحت فشار هست یا نه. ولی بازم تا زمانی که قدرت پا خوبه، مریض میتونه را بره، پاش حرکت بده، فقط درد و تیگلین دارن، is not یعنی خطرناک نیستش. یه موضوع دیگه هستش که ببینن اسفینکتر کنترل، یعنی ادراکشون رو کنترل میتونن بکنن یا نه. اگه مسئله اسفینکتر کنترل پیش اومد که نمیتونن شروع کنن یا دریپلینگ دارن، then this is more urgent. So usually they have معمولا اسکن میکنی یا MRI میکنی، عکس هم میگیری و تون عکس نشون میده که آیا عصب تحت فشار هست یا نه. این یه مدل قسمت لامبار هستش که نشون میده از جلو ورتبرا، از عقب اسپاینس پروسس، بین دوتا مهره معمولا دیسک هستش. دیسکا واشر بین دو تا مهره هستن. نورمالی این یانگ پرسن دیسکا 80% مایع است، 20% سالید متره،
و به تدریج با سن یه مقداری آب دیسکا کمتر میشه. That will promote degeneration. دوم این که دور دیسک یک بلت کمربند مانندی وجود داره که ممکنه این کمربند به خاطر یه اتفاق بخصوصی، مثلا مریض خم میشه و یا چیز سنگین بلند کنه، ممکنه تر، پارگی در این کمربند دیسک ایجاد بشه و اون ضعفی که در اون کمربند هستش باعث میشه که اون قسمت کارتیلیج، اون غضروف وسط دیسک یواش یواش بزنه بیرون. وقتی زد بیرون، از این کنار عصبا دارن میرن به پایین، عصبا تحت فشار قرار میگیرن. علت رادیکولار پین معمولا در فاز اکیوت یکی التهابه، یکی همون فیزیکال پرشره و سوم ممکنه ایسکیمیا باشه. ممکنه چون رگ های خونی کوچولو کوچولو هستن میرن به عصب، به خاطر فشار ایسکیمیا ایجاد میشه. به هر حال این سه تا موضوع باعث میشه که درد به پا بزنه و نامنه ستینگلین ایجاد بشه. حالا علاوه بر فیزیوتراپی در این مرحله اگه درد به پا میزنه، معمولا there is other treatments، تزریق هستش، تزریق کورتون، معمولا کورتون با لوکال انستتیک میزنن، different type of injection، اپیدورال معمولا از بین دو تا مهره میزنن سوزنو و کورتون و دکترنستیک دیفیوز میشه میره دور عصبا. مرسی آقای دکتر از توضیح کاملتون و خیلی تصویریتون، فکر کنم تو حافظه همه بمونه. سوال بعدی که میخواستم ازتون بکنم راجع به ضربات به سر هستش و در واقع علائمی که در زمان حاد باید در واقع در نظر بگیریم و همچنین علائمی که ممکن هستش که بمونه مثل سردرد، سرگیجه طی زمان هفته ها، ماه ها و چیکار باید انجام بدیم و کی هستش که باید نگران بشیم به اورژانس مراجعه کنیم، کی به کلینیک و کی احتیاج به عمل است. ضربه های مغزی علت های خیلی زیادی داره، همونطوری فهمیدین افتادن و تصادف و این چیزا هستش و موقعی که ضربه به مغز میخوره مریض ممکنه بیهوش بشه، ممکنه نشه. اوکی، اون موقعی که بیهوش میشه بهش میگن کانکاشن گرفته. اوکی، برین کانکاشن. اگه بیهوش نشه there is no significant injury، ممکنه ظاهراً جایی از اثر باد کرده باشه، ممکنه یه زخم تو سرفیس باشه اینا. اگه بیهوش نداشته باشه، حالا تعو استفراغ نداشته باشه، میتونن مواظبش باشن تا چند ساعت حالش بهتر شد. لزومی نداره که مریض بره اورژانس. ولی اگه بیهوش شده باشه و بیدار میشه، نمیدونه کجاست، کانفیوزه، گیجه، then you have persistent headache، dizziness، این چیزا داره، تعو داره، we have to refer the patient to emergency، they have to do a scan of the brain، یعنی مطمئن باشن که خونریزی توی برین، دور برین نشده، مطمئن باشن که فرکچر، اسکال فرکچر، شکستگی تو جمجمه نباشه. اگه خونریزی باشه، اگه فرکچر باشه، معمولا مریض نگه میدارن. درسته؟ حالا معمولا مریضی که اورژانس دیده میشه یک معیاری هستش بهش میگن گلاسگو کوما سکیل. گلاسگو کوما سکیل is based on eye opening response to pain to stimulation، یا پا را دستا را حرکت میدن یا ول بار رسپا، میتونن گپ بزنن یا نزنن. اوکی، بیس اون 3 پارامترز وی گیو اسکورز فرام 15 تو 3. افرادی که کاملا بهوشن گلاسگو کوما اسکیلشون 15 هستش. اونایی که دیپلی کوماتوس هستن، بیهوش هستن، اصلا حرکتی ندارن، گلاسگوشون 3 هستش. Based on the Glasgow Coma Scale we have to decide about the treatment. بعد تصمیم می‌گیریم چه نوع درمانی می‌خواد. یکی اینه. Glasgow Coma Scale 8 حتما مریض بایستی respiratory support داشته باشه، بعد تیوب بذارم بعد تنفسش رو کنترل کنم. دوم اینه که با دانستن Glasgow Coma Scale میتونیم پروگنوزیس، پیش آگاهی
بهتری داشته باشیم با فامیل مریض صحبت کنیم که پروگنوزیس چیه. گلاسکو کوموسکیل مثلا از 15 تا 12 معمولا 90 درصد ریکاوری پیدا میکنن، ولی از 8 به پایین 50 درصد ممکنه یا بمیرن یا اینکه نورولوژیکال سیکولا داشته باشن. خیلی مهمه گلاسکو کوموسکیل مریض موقع ادمیشن تو اورژانس چند باشه، این خیلی مهمه. حالا قسمت های مایلد هیجینیدی کانکاشینا اسکنم کردیم، چیزی وجود نداره ولی مریض سیمتوم داره، سردرد، سرگیجه، خستگی، خواب زیادی. There is a phenomenon called diffuse axonal injury. موقعی که مغز توی جمجمه جلو عقب حرکت میکنه موقعی تصادف، یه مقدار این عصبا کشیده میشن، اینجوری میشن، اکسونا به اصطلاح اون اکسونای عصبا کشیده میشن. توی اسکن معمولا چیزی دیده نمیشه، خونریزی نیستش، ولی امار آی بکنی و امار ترکتاگرافی اگه بکنی میتونیم یه مقداری دمیج ببینیم. یه مریض که پرسیستنت هدیک و دیزینس داره، اسکنش نرمال بوده، I think they should have an MRI of the brain. Okay. حالا اغلب قسمت we are talking about the mild injury. اغلب mild injury ها اغلبشون ظرف 2-3 ماه 4 ماه سیمتومش از بین میره، خوب میشه. They may need physiotherapy rehabilitation. اونایی که عمل میخواد، اونایی هستن که خونریزی دارن، بستری میشن، سرشون رو باز میکنیم، درن میذاریم، کلات ور میداریم. Then they need rehabilitation. If they survive, they have to go to rehab centers for many months of physiotherapy, ergotherapy to recover at least part of their function. And a lot of people with moderate to severe injury معمولاً علائم مزمن خیلی زیادی دارن. مرسی آقای دکتر از توضیحات بسیار عالی و کاملتون. وقت برنامه ما تموم شده ولی ما هنوز خیلی سوال دارم از شما بپرسم. ازتون دعوت میکنم حتما یه برنامه دیگه هم در خدمت ما باشیم. بینندهای خوبم اگه سوالی دارن از آقای دکتر یا سوالی دارن راجع به هر مشکل و بیماری خاصی میتونن برای ما بفرستن و ما سعی میکنیم حتما جوابگوی سوال شما باشیم. مرسی آقای دکتر. مرسی، قربان شما. تا برنامه بعد، بدرود.